چطوری؟ خوش اومدی به این ویدیو داداش. الان شاید تعجب کرد که من چرا دارم اینجوری باهات حرف بزنم، چون اومدم چیز خفن بهت نشون بدم. الان منو ببین، دوست داری ماینکرافتت اینجوری باشه؟ اینو دستت میگیری، بوم، اینو پرت کنی. ببین این الان دود کرد. دوستم ببین اینو از این بمبا داشته باشی، یا از اینا، یا حتی از اینا. بازی دقیق مثل کال آف دیوتی میشه، حتی این آهانا ترکید، یا حتی از این اسلحه ها. ببین اوه، اصلا ماینکرافتت میشه کال آف دیوتی، یا مثلا حتی از این اسلحه ها. حتی این تیر نره، واسه تیر بزنم توش، الان تیر داره، حتی از اینا. خب اگه دوست داری تمام اینا یاد بگی که چجوری توی ماینکرافتت بیاری، حتما این ویدیو تا آخر تماشا کن. سلام بچه ها، خوش اومدین به این ویدیو. تو این ویدیو قصد آموزش نصب ماد روی ماینکرافت از طریق تیلانچه رو بهتون یاد بدم. یه سری روش های دیگه داره، اون روش خیلی طولانیه، طریقه تیلانچه روش خیلی واسه تون آسون تره. اگه دوست داشتین روش دیگه واسه تون بذارم، توی کامنت ها به هم بگید. از نظر من روش تیلانچر خیلی آسونه. با نصب ماد مثل اول ویدیو که دیدیم، میتونید تانک، اسلحه یا هر چیز دیگه‌ای که دوست داشتیم میتونی به ماینکرافتتون اضافه کنی. خب بریم که آموزش شروع کنیم. ببینین اول کار وقتی وارد تیلانچر میشین، منوی تیلانچرتون از اینترتکیم و چند تا دیگه اینجا این گوشه گزینه TL Mods رو میبینین، سمت راست اینترتکیم نوشته، روش کلیک میکنین، یه لیست واسهتون دانلود میکنه، چند ثانیه وای میسین، وارد بخش مودها، شیدر پک و چیزای دیگه تیلانچر میشین. انجام میتونین هم هر چی بخواین دانلود کنین. ما الان با این دو تا قسمت مودز و مودپک کار داریم. الان برای اولین کاری که بخواین انجام بدین، بخواین اگه مثلا مود بریزی رو ماینکرافتتون، حتما باید رو مودپک اختصاصی از خودتون درست کنین. قبل اینکه مودپک درست کنین، میتونید از لیست مودپکس اینجا خودتون مثلا نصب و بزنی، این استال بکنین. اونی که اول ویدیو استفاده کردم The Modern War بود که نشونتون دادم، اینجا لازم نیست کارو بکن، فقط دکمه این استال میزنین، بعد تو پایین اینجا تو قسمت ورژناتون اینجا ها اضافه میشه. الان مثلا من اونو نصبش کردم، ریلیز د مودرن وان پک مود پک اینجا نوشته، روی کلیک کنم و اینتر د گیم رو بزنم، مودا واسم باز میشن به همین راحتی. زیاد کار خاصی نباید انجام بدم، ولی مثلا شاید دوست داشته باشین موداتون رو جدا جدا بذارین. مثلا مود دیفنس بزنید که آموزشش رو واسهتون گذاشتم، که مثلا توره تو اینا بزنید یا چه اسلحه به خصوص خودتون رو بزنید، چون مودپک ها اکثرا مودشون زیاده و سنگینه، شاید هم بعضی مودشون رو دوست دارید. برای این کار بچه ها اول باید داخل تیلانچر وقتی تیل مود میایم، این بالای کریت دارین، اینجا رو کریت کلیک میکنین و اسم مودپک ها ازتون میخواد. اسم مودپکی که میخوایم بذارین رو مثلا من اکثرا دوست دارم برج 1.12 و 2 بذارم، که خیلی کارم راحت هم، البته من یه دونه ساختم دیگه لازم نیست. حالا واسه تون یه دو اینجور واسه شو نویسم که سیف بشه، و بعد ببینیم اینجا گیم ورژن رو انتخاب میکنیم. من اینجا فورج 1.12 نوشتم واسه که اسم مودپکه، مثلا این ریلیز ده مادرن وار مودپک اینجا میاد، من راحت هم اینجور شناسایش میکنم. اینجا گیم ورژنتون رو ورژن ماینکرافتتون باید انتخاب کنین. اسم این ورژنه با هم فرق داره، این فقط اسمه، رو ورژن تاثیر نمیذاره. گیم ورژن رو کلیک کنین، من این پایین میام 1.12 انتخاب میکنم و من فورجم همیشه رو آخرین نسخه بالاترین حالت میذارم، خیلی بهتره. این دوتا تیک هم که زیاد مهم نیست، این تیک آخری یه مادپک، یه ماده یعنی واسه اسکینای خود تیلانچره، که اسکینی که مثلا رو اکانت تیلانچر گذاشته باشین نشون میده، اونو فعال نکنی اسکینتون نشون نمیده. اینم واسه تنظیمات مموری تیلانچره که پیشنهاد میکنم دست نزنین اگه نمیدونین چیه. و همین دکمه کریت رو میزنم و همین سادگی اینجا ساخته شد. بدین دقت کن اگه ارور داد بهتون این وسط، یه ارور اکثرا میاد که اسم مودپکتون رو عوض کنی، فاصله و اینا نذارین توش، یا زیاد نقطه توش قرار ندین، احتمال زیاد ارور میده. خب ببینین الان مثلا من این فلش رو میزنم، برمیگردم عقب، وارد TL Mod میشم، اینجا The Modern War Mod Pack هست،
اون فورج 1.12 که چیز کردم انتخاب نشده. برای اینکه بخواید مثلا مود و اینا رو همون ماتبکی که ساختین نصب کنین، این بالا ماتبکس باید فورج 1.12 اونی که خودتون ساختین رو انتخاب کنین تا به اون ماتبکتون ماد اضافه شه، وگرنه مثلا به یه جای دیگه شما ماد اضافه میکنین و قلقاتی میشه. بعد دیگه نیاز به این قسمت ماتبکس نداریم. من وارد ماد میشیم که اینجا کلی لیست مات هست، میتونین بریم پایین بالا سرچ کنین و نوع یا نوع مثلا مود رو انتخاب کنین. برای مثلا من اپتیفاین رو نصب میکنم چون اپتیفاین خیلی لازمه واسه ماینکرافت و اون مادی که اون موقع واسه ویدیوشو گذاشتم تارت ریبرس. اینجا دو تا مات هست، این ویدیو این مود آموزشی رو به زودی واسه تون میذارم. حالا من اینو نصب میکنم، این استال رو میذارم. دقت کنین اگه اینجا این سال سبز باشه یعنی این مود واسه ورژن ماینکرافت تو موجوده، اگه نباشه اینجا ببینید مثلا این سال نره چون واسه یک هفته آخر نسخهش اومده. دوبار کلیک کنید رو مود، این منو باز میشه داخل ورژنز، اینجا مثلا گیم ورژن، ورژنی که داخل ماینکرافت واسش وجود داره و می‌نویسه واسهتون، یا مثلا این ورژنی که واسش وجود داره 1.12 1.11 1.10 اینجوری اینجا میتونی نگاه کن. ولی راحتش نه که دکمه این استال اگه بود یعنی به ورژن ماینکرافتتون میخوره. حالا من این استال میزنم، یعنی ماد خودش رو تو چیزایی که لازمه اینجا نصب کرد، سندلیب و تارت مود ریورس، این دوتا ها نصب کرد راحت و راحت میتونم اینتر دیگه رو بزنم وارد باز بشم به همین سادگی. الان کلی مادای دیگه مثلا داخل بازی هست که بخوایم میتونی خودتون سرچ کنیم پیدا کنیم. من نمیتونم دونه دونه واسه تون بگم. ای پیشار بگم اپتیفاین رو نصب کنیم با جاست این آف آیتمز، این دوتا خیلی خوب چیز خوبیه، خیلی کمکتون میکنم. اگه دوست دارید مپ داشته باشین این ماد رو هم نصب کنیم، مینی مپ یا مینی مپ رو اینجا سرچ کنیم داخل بازی واسه تون مثلا گوشه بازی واسه مینی مپ بیاره. من این استال رو میزنم. الان اگه من اینتر دی گیم رو بزنم ببینید، الان بازی داره لود میکنه. اگه سیستمتون زیاد قوی نیست یا قوی باشه این بستگی سرعت لود شدن این بستگی سیستمتون داره. اگه ماد مینی مپ حالا ریخته باشین این همچین چیزی واسه تون میاد که اینو دون شوگه نوزنید چون ورژن های تیلانچر کم قدیمیه زیاد آپدیتش نمی کنم. من موزیک ماینکرافت رو قطع کنم. الان ببینین الان وارد منوی ماینکرافت هستیم، یعنی داخلش هستیم، داخل پوشه یعنی داخل گزینه مات. اینجا چند تا مات هست، ماتایی که ریختیم و کانفیگش رو میتونیم بکنیم که چه چیز مهمی نیست، همچنین بزنیم باشه. الان وارد بخش سینگل پلیر بشم، اینجاش مپی نیست، مپ میسازم و میزنیم وارد بشیم. الان ببینیم الان بالا سمت چپ دقت کنیم، این به خاطر همون ماد مینی مپی که اون موقع نصب کردیم که میتونم مابای اطرافم مثلا زومبی و اینا رو اطرافم ببینم، برای همین گفتم بهتون راحته. الان زرده اینجا مثلا البته فکر کنم اگه سروایول باشم این تو مینی مپ باسم قرمز بشه. یا ماد تارت ریورس، این بالا دو تا فلش اضافه میشه اگه مایتون وسایل جدید داشته باشه یا تو همین بخش ها اضافه میشه کم کم واسه بعضی از مادا، مثلا اینجا همون ماد تارت ها اضافه شده همینجوری به همین راحتی. زیادم کار سختی نبود، اگه مشکل داشتین حتما توی کامنت ها بهم بگین که راحت براتون حل کنم مشکلتون رو. خب بچه ها دمتون گرم که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردین. میدونم ویدیو زیاد طولانی نشد چون آموزش زیاد سختی نبود. اکثرتون هم می‌خواستین بدونین که مثلا چجوری ماد و اینا به بازیتون اضافه کنین که آموزش رو واسهتون گذاشتم. اگه آموزش دیگه لازم داشتین بهتون بگم حتما توی کامنت ها بگین. برای حمایت ازم دکمه لایک و سابسکرایب رو بزنین و اگه خواستین حمایت مالی ازم بکنین لینک دونیت توی دیسکریپشن هست. دمتون گرم که ویدیو تا الان نگاه کردین. فعلا بای بای.